موفقیت جهانی مبتکر مهابادی در ساخت دستگاه درمان غده های بانوان. ما میتونیم با این دستگاه فقط غده رو از بین ببریم، دیگه نیاز به خارج کردن رحم از بدن رو برطرف کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات میفرستیم بر حضرت محمد و آل محمد. سلام، شب بخیر. به استودیوی خبر 20 خوش آمدید. مبتکر مهابادی موفق به ساخت دستگاهی شده که کاربرد آن خارج کردن تومورهای خوشخیم از رحم بانوان است. خارج کردن این تومورها با عمل جراحی و عوارض شدید همراه است، اما این مبتکر با ساخت این دستگاه و استفاده از انرژی الکتریسیته در صدد رفع این مشکل برآمده. این اختراع در ایران و آمریکا به ثبت رسیده. ساخت دستگاهی برای معالجه غده های داخل رحمی توسط مبتکر مهابادی. این دستگاه میتونه کمک بکنه به معالجه غده. ما میتونیم با این دستگاه فقط غده رو از بین ببریم، دیگه نیاز به خارج کردن رحم از بدن رو برطرف میکنه. دستگاهی که ساخت آن 4 سال طول کشیده و با روش جدید میخواهد غده هایی را که ناباروری بانوان از عوارض آن است درمان کند. جراح میتونه به وسیله این ابزار از طریق دهان رحم دو تا الکترود رو به عمق میوم، به عمق غده فرو ببره و انرژی الکتریسیته رو دقیقاً به اون ناحیه‌ای که غده محسوب میشه اعمال بکنه، که این باعث میشه غده طی 6 ماه به اندازه 90% از حجمش رو از دست بده، یعنی بشه 10% حجم اولیه که داشته. در حال حاضر برای درمان این غده ها از عمل جراحی استفاده میشه که ناباروری یا خونریزی و عود غده را در پی دارد. من افتخار اینو داشتم که به عنوان مشاور در طراحی و ساخت ابزاری کمک بکنم که در واقع همین روش رو در ایران انجام میدم و این طراحی در ایران انجام شده و خوشبختانه به ثمر رسیده. حمایت مسئولان موجب تسهیل و تسریع در دستیابی و تکمیل دانش فنی در این گروه خواهد شد. حمایت از دستگاهی تو این گروه میتونه در واقع دانش فنی رو در کشور بهبود بده و در واقع رکنی از ارکان اقتصاد باوربختی باشه. این دستگاه ماحصل پایان نامه کارشناسی ارشد برموز فارغ التحصیل مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که به شماره 86490 در اداره کل مالکیت صنعتی و مرکز مالکیت معنوی به ثبت رسیده است. همچنین این دستگاه در اداره ثبت اختراعات آمریکا به ثبت رسیده، دستگاهی که امید به درمان غده ها را افزایش می‌دهد. لطیف عادل خانی، خبرگزاری صدا و سیما، مهابات.